سلام بر شما. به مجموعه خبری ساعت ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: خوشبینی امارت اسلامی از نزدیکی روابط ازبکستان با افغانستان. همزمان نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در دیدار با نماینده ویژه ازبکستان بر تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید ورزیده است. کشور ازبکستان سفیر امارت اسلامی افغانستان را پذیرفته است و ما در دوحه نیز با سفارت آن کشور در تماس هستیم. ازبکستان در ساختن پروژه های ما وعده بسیار زیادی دادن. سفر هیئت امارت اسلامی به چین به منظور اشتراک در نشست های درباره انرژی و سرمایه گذاری. این هیئت به سرپرستی سرپرست وزارت انرژی و آب به چین رفته است. ټاکل شوې ده چې د دغه سفر په ترڅ کې به په چین هېواد کې د انرژۍ اړوند کنفرانس کې ګډون وکړي، چې دغه کنفرانس ته د نړۍ او سیمې نور هېوادونه هم دعوت شوي. نگرانی از افزایش بیماران سوء تغذیه در کشور. 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد در افغانستان روبرو اند. په تیرو شپږو میاشتو کې له موږ سره د 9,03,000 په شاوخوا کې شدید او متوسط سوی تغذیه ماشومانو درملنه ترسره شوې ده، چې په دغه کې 6,00,000 شاوخوا یې د متوسط سوی تغذیه ماشومان دي او همدارنګه د 2,03,000 په شاوخوا کې د شدید خوارځواکۍ ماشومان دي. و تأکید ایران بر توقف حمله های اسرائیل بر غزه و لبنان. شب شما بخیر، من رازقیار هستم. نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در دیدار با نماینده ویژه ازبکستان بر تأمین صلح و ثبات و رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان تأکید ورزیده است. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه ازبکستان، دو طرف توافق کردند که به تبادل نظر در زمینه پیکار با قاچاق مواد مخدر و جرایم ادامه دهند. امارت اسلامی نیز روابط حکومت سرپرست با ازبکستان را خوب توصیف می کند. وزارت خارجه ازبکستان در خبرنامه گفته است که نماینده منطقه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور، تلاش های ازبکستان در ایجاد صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان، ایجاد موقعیت منطقه یک پارچه در مورد افغانستان و ارائه کمک های بشری به مردم افغانستان را مهم خوانده است. در خبرنامه همچنان آمده که دو طرف توافق کردند که به تبادل نظر در زمینه پیکار با قاچاق مواد مخدر و جرایم ادامه دهند. همواره ازبکستان در ساختن پروژه های ما وعده بسیار زیادی دادن و در پالیزی هر وقت اونا دست به کار هم است. کمک های بیشمار به مردم افغانستان نمودن و سرمایه گذاری زیاد را در عرصه های مختلف در افغانستان نمودن. بنان هر قدر که با رابط خود با ازبکستان گسترش بتیم به نفع مردم افغانستان است. ازبکستان از جمله کشورهایی است که با حکومت سرپرست روابط خوبی دارد و به تاریخ 19 ماه میزان سال روان خورشیدی وزیر خارجه ازبکستان اعتمادنامه عبدالغفار بهر سفیر امارت اسلامی را پذیرفت. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر نیز روابط حکومت سرپرست با ازبکستان را خوب توصیف میکند و میگوید که با سفارت این کشور در قطر نیز پیرامون موضوعات گوناگون در تماس است. کشور ازبکستان سفیر امارت اسلامی افغانستان را پذیرفته است و ما در دوحه نیز با سفارت آن کشور در تماس هستیم و وقتاً فوقتاً در مورد بهبود روابط بین دو کشور صحبت میکنیم. پیش از این رئیس استخبارات و سرحدات ازبکستان در نشست عمومی سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پیکار امارت اسلامی با داعش را ستوده و همکاری ازبکستان با افغانستان در پیکار با هراس افغانی را مهم خوانده بود.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که سیاست کشورش در برابر افغانستان روشن است. اسماعیل بقایی در جمع از خبرنگاران گفته که با تامین ثبات و امنیت در افغانستان مسائل دیگر به شمول مسئله حراس افغانی و مهاجرت افغانها حل خواهد شد. در این حال سخنگوی امارت اسلامی روابط میان دو کشور را قابل اعتماد خوانده و میافزاید که حکومت سرپرست به مسئولیت خود از جمله در بخش امنیت توجه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین کنفرانس خبریش میگوید که سیاست کشورش درباره افغانستان روشن است و با تغییر افراد این سیاست تغییر نمی کند. اسماعیل بقایی میافزاید که با تامین ثبات و امنیت در افغانستان مسائل چون حراس افغانی و مهاجرت افغانان نیز حل خواهد شد. به باور او ایران تلاش دارد تا از طریق ادامه همکاری در بخش فنی و کاری به تثبیت ثبات در افغانستان کمک کند. په داسې حالاتو کې چې افغانستان د داسې هغه ابتدایي قدمونه سره اخلي حکومت نوی تقریبا څلور کاله سره کیږي. په داسې حالاتو کې د ګاونډیو سیاسي برخه اخیستل یا اقتصادي برخه اخیستل زما په نظر باندې ضرور لازمي ده. سخنگوی امارت اسلامی هم از وجود فضای قابل اعتماد میان دو کشور سخن میزند و میافزاید که داشتن روابط بازرگانی، رفت آمد افغانان به ایران و حضور مهاجران افغان در این کشور از علتهایی است که باید روابط با ایران به خوبی حفظ شود. ذبیح‌الله مجاهد میافزاید که حکومت سرپرست در تمامی بخشها از جمله مسائل امنیتی مسئولیت خود را انجام داده و به امنیت کشورهای همسایه به ویژه ایران توجه دارد. افغانستان از طرف خود بازم اطمینان میده که در تمام عرصه‌ها چی قاچاق چی موضوعات امنیتی وظیفه خود را اجرا کرده و متوجه امنیتی همسایه خود هست، به خصوص جمهوری اسلامی ایران. و در این راستا ما گام هایی که لازم است برداشتیم و برمیداریم. روابط بین کشورها بر بنیاد منافع ملی کشورها تنظیم میشه و ما امیدوار هستیم که کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی ایران روابط خود با افغانستان قسم تنظیم بکنه که در اون روابط به منافع ملی افغانا احترام گذاشتنده باشه. بر بنیاد گزارش رسانه‌های ایرانی، آقای اسماعیل بقایی همچنین در بخش از سخنانش گفته است که در تلاش دریافت حق به ایران از حکومت سرپرست افغانستان هستند. وزارت انرژی و آب میگوید که هیئت به ریاست سرپرست این وزارت به چین سفر کرده. به گفته سخنگوی این وزارت قرار است این هیئت قرار است در این سفر عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت در نشست هایی که درباره انرژی و سرمایه گذاری برگزار می شود شرکت کند. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی جلب سرمایه گذاری را در تولید انرژی مهم عنوان می کنند. سرپرست وزارت انرژی و آب در یک سفر رسمی به چین رفته است. سخنگوی این وزارت میگوید که قرار است عبداللطیف منصور در این سفر در نشست هایی که درباره انرژی و سرمایه گذاری برگزار می شود شرکت کند. تاکل شویده چې دغه سفر په ترڅ کې به په چین هیواد کې د انرژی اړوند کنفرانس کې ګډون وکړي، چې دغه کنفرانس ته د نړۍ او سیمې نور هیوادونه هم دعوت شوي. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که اگر چین در زمینه انرژی در کشور سرمایه گذاری کند، نیازمندی های افغانستان از رهگذر انرژی برطرف خواهد شد. دغه سلارې ورته جوړې کی چې ترغو دی را جلب کی او په دې حق لا په دې بخشو کې تر ډیره حد حکومت باید تخصصي افراد او اشخاص وروزی وی ګماری خارج ته ولېږي زده کړې ورکی. مدیریت منابع آبی و استفاده از دستگاه های تولید برق یا تولید انرژی یا توربین هاست که در این هم فکر میکنم همکاری چین و افغانستان میتونه مهم و حیاتی پنداشته شود، مشروط بر اینکه ما هم فرصت های لازم همکاری بر چین در افغانستان فراهم کرده بتونیم. به همین ترتیب یک شرکت ایرانی در دیدار با سرپرست وزارت انرژی و آب گفته است که از غزنی تا قندهار بالای ساخت و ساز 5 سبستیشن انرژی می خواهد سرمایه گذاری کند. رئیس پیشین شرکت برشنا می گوید که هر گونه سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنایی در سکتور انرژی می تواند افزون بر ایجاد کار برای مردم سکتور انرژی تولیدی و توریدی را تقویت کند. یگانه رای حلش است امید که سکتور خصوصی باید تشویق شود و با تشویق سکتور خصوصی می تواند که افغانستان نه تنها به منابع تولیدی خود انکشاف بده و توسعه بده و خودکفایی برسیم و مشکلات شبکه و سب استیشن هم مشکل حل می سازیم.
این در حالی است که افغانستان با وجود داشتن منابع کافی برای تولید انرژی، اما هنوز هم بیشتر از 80% برق مورد نیاز را از کشورهای دیگر خریداری می کند و سالانه از این بابت میلیون ها دلار می پردازد. در 3 سال پسین بیش از 40,000 بست به اعلام سپرده شدند. معین وزارت شهرسازی و مسکن در برنامه در کابل میگوید که در 5 زون کشور مرکزهای آموزش الکترونیکی فعالند و تلاش می شود در آینده نزدیک در ولایتهای قندهار، هرات و بلخ نیز مرکزهای آزمون الکترونیکی فعال ساخته شوند. برنامه افتتاحیه آزمون الکترونیکی 94 بست وزارت شهرسازی و مسکن از سوی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. در این برنامه معین وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون بیش از 40,000 بست در بخش های گوناگون به اعلان سپرده شده اند. دی تعینات و برخه که د معلمینو په برخه کې زموږ یاد ریاست ته 40,502 اتیا بستونه ورکړل شوي، د آزاد رقابت له لارې اعلان ته ورکړل شوي، او د عامو مامورینو په برخه کې 19,915 بستونه د آزاد رقابت له لارې اعلان ته ورکړل شوي دي. در جریان این برنامه سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن افزود از بهر تقررهایی که در چند سال پسین بیشتر شده بخش زیادی از بودجه امارت اسلامی در توزیع معاشات به مصرف می رسد. غټه برخه په معاشاتو کې مصرفیږي. په معاشاتو کې ځکه مصرفیږي چې د غډې ارسه وایده، دغه تقرر ډېر سوې ده، تعینات ډېر سوې دي، خو موږ چې اکثر وکتل د ډېرو ادارو کار ټول دی دغه د ملي دغه د اصلاحاتي ادارې لخوا چې د امتحاناتو لخوا چې سوی وو، د ټاکنو او د استخدام بهیر دا د نظام یو اساس بلل کېږي، د شفافیت په لور باندې او د معیارت په لور باندې او د یوې سالمې ادارې د جوړښت په باره کې دا اولنای او اساسی قدم و اقدام ده. همزمان با این شماره شرکت کنندگان در این آزمون که از ولایت های گوناگون هستند میگویند که برگزاری همچون امتحانات برای دلگرمی جوانان سودمند می باشد. تا پروسای تو امتحان ها اگر برگزار شود به نظر ما برای جوان ها بسیار خوب است، مورال جوان ها را بیشتر میکنه و جوان ها امید پیدا میکنه برای تحصیلات عالی. سوالات بسیار مناسب و همه چیز در کل درست بود و نتایج ما بسیار خوب و به صورت منظم زود معلوم شد برای ما. با گفته معین وزارت شهرسازی و مسکن، در 5 زون مراکز آزمون الکترونیکی وجود دارد که در آینده نزدیک در ولایت های قندهار، هرات و بلخ مراکز آزمون الکترونیکی نیز فعال خواهد شد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از بلند رفتن سطح سوء تغذیه در کشور خبر دادند. این دو نهاد در گزارش مشترک میگویند که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد در افغانستان روبرو اند. همزمان با این وزارت صحت عامه کشور آمار داده که در 6 ماه پسین 934,000 کودک سوء تغذیه در مرکزهای در درمان شدند. کودک 10 ماه است که در کنار بیماری های دیگر به سوی تغذیه نیز مبتلا شده است. مادرش میگوید زمانی که بیماری دیگر این کودک در همین شفاخانه درمان شد، کودکش را به وارد سوی تغذیه نیز از بهر درمان بستر ساختند. کور که دی اول می خپل شدی ورکولی چلور می اسی بیا می خپل شدی می نه پودری شدی می ورکولی بیا موږ لږ وسه کې لږ هغه وو زیتیم د غوا شیدې ورته شروع کړلې، هغه د غوا شیدې به د پیوه لګېدلې، 2 میاشتې په لوګر کې بستر وه، همدا سوی تغذیه وه او هغه ینه میکروب له خولې لمنې وه. همزمان با این، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گزارش داده که 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840,000 زن باردار و شیرده از سوی تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند و از این میان 1.7 میلیون کودک از سوی تغذیه شدید رنج میبرند. در این گزارش همچنان آمده این وضعیت با شروع فصل زمستان از دسامبر سال جاری تا فوریه سال آینده تشدید خواهد شد. والدین باید حداقل متوجه شوه، اگر طفلش از مادر مترنل
سوی تغذیه با یک متخصص واقعی اطفال مشوره صورت بگیره تا ام وزن متوقع از وزن بقا کده چقدر تفاوت وجود داره او باید اصلاح شود. در سوی دیگر وزارت صحت هم آمار می دهد که در 6 ماه پسین 934 هزار کودک سوی تغذیه در مرکزهای درمانی درمان شدند که از این میان نزدیک به 600 هزار مبتلا به سوی تغذیه متوسط و 234 هزار به سوی تغذیه شدید دچار بودند. پداتی روشپاګو میاشت کې لمک سره د نه لکه او څلور درې زره په شاوخوا کې شدید او متوسط سوی تغذیه ما شومان درمل نه تر سره شوی دا چې په دغه کې شپګ لکه شاوخوای د متوسط سوی تغذیه ما شومان او همدارنګ د دوه لکه او څلور درې زره په شاوخوا کې د شدید خورزوکی ما شومان دي. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عام 3200 مرکز از بهر درمان بیماران سوی تغذیه در سراسر کشور وجود دارد. بیننده ادامه خبر ده پس از وقفه باشد. ادامه خبر ده. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که امارت اسلامی به تمامی حقوق شرعی بانوان متحد است. سخنگوی این وزارت می افزاید که محمد خالد حنفی سرپرست این وزارت در نشست گفته که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا حقوق زنان را در افغانستان نقض کند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در نشست در ولایت لغمان میگوید که حکومت سرپرست به همه حقوق بانوان متحد است و هیچ کس حق ندارد زنان را در بد بدهند. سخنگوی این وزارت میافزاید که محمد خالد حنفی همچنان گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا حقوق زنان را نقض کند. در شوزو حقوق خوندی سوی دی او پدیر مجالاتو که شوزو خپل حقوق ترلاسه کړی دي او یاد وزارت به هیڅ کله چاته اجازه ورنکي چې په شوزو باندې ظلم وکوي په بدیو او دې ته ورته ناوړه رواجونو ښځې قربان کړي. به گفته سیف الاسلام خیبر، آقای حنفی گفته که مسئولان تمام ولایت ها و علما مکلف هستند تا فرامین، احکام و هدایات رهبر امارت اسلامی در ادارات ملکی، نظامی و جامعه اجرا بسازند. زمونږ غوښتنه هم داده چې د نارینه حقوق او د ښځینه حقوق باید دواړه خوندي شي، خو د ښځینه حقوقو ته ډیره پاملرنه وشي، ډیر لاسرسی وشي. زمونږ درخواست دام ده چې د اسلام د اصولو مطابق چې څنګه شریعت موږ ته حکم کوي د هغې مطابق شریعت د زنانو د تعلیم نور پرمختګ هم پکې وشي او نور هم چې دی اجازه ورکولی شي. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنین تاکید کرده که محتسبین مکلف هستند تا به حریم خصوصی مردم حرمت بگذارند و با آنها رفتار و برخورد نیک و خوب داشته باشند. بیننده مهمترین های دیگر در مجموع خبری ده پس از وقفه باشد. باز هم خوش آمدید. وزارت کار و امور اجتماعی آمار می دهد که در ربع دوم سال جاری بیش از 34 هزار جواز کار توزیع شده. به گفته این وزارت این آمار نشان می دهد که در مقایسه با 3 ماه نخست سال توزیع جواز کار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی 65% افزایش داشته است. در این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی از امارت اسلامی می خواهند تا با ایجاد فرصت های شغلی پایدار از بیکاری و مشکلات اقتصادی بیشتر جلوگیری کند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در ربع دوم سال جاری توزیع جواز کار نسبت به 3 ماه پیش 65% افزایش یافته و آنان بیش از 34 هزار جواز کار در این مدت توزیع کردند. به گفته مسئولان 247,067 مرد و 871 زن در نهادهای دولتی، بیش از 6,000 مرد و 1,600 زن در بخش خصوصی و همچنان 1,122 نفر از اتباع خارجی در بخش‌های گوناگون به کار گمارده شدند. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 1403 هجری شمسی کال په دویم ربع کې له 4300 څخه زیاتو هیوادوالو او بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشلي. یاد کسان په اماراتي ادارو، خصوصي سکتور او موسساتو کې په رسمي دندو ګمارل شوي دي. شماره از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که بیکاری در افغانستان همچنان یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با باور آنان، وزارت کار و امور اجتماعی باید برای از بین بردن بیکاری در کشور برنامه‌های بیشتری را روی دست گیرد.
افغان ځوانانو ته افغانانو ته چې کوم په هیواد کې میشتي دوی ته په مسلکي او حرفوي برخو کې د هغه خپل مسلک مطابق کاری فرصتونه په لاس ورکړل شي، په سیستم کې دوی ته کار په لاس ورکړل شي چې دوی وشي کول توان ووزي، نو دا به یو پر ځای اقدام او دغه کارتونو لړۍ ویش لړۍ به هم ادامه پیدا کړي. صدور جواز کار به معنی ایجاد شغل نیست. برای اشتغال زایی و ایجاد شغل نیاز است تا موانع فرارای توسعه و رشد اقتصادی در افغانستان شناسایی و از میان برداشته شوند. بر بنیاد اطلاعات، وزارت کار و امور اجتماعی در 3 ماه اول سال جاری نیز 22,427 جواز کار توزیع کرده بود. نهاد خبرنگاران آزاد افغانستان تفاهمنامه 3 ساله را با یک شفاخانه شخصی در کابل امضا کرد. بر اساس این تفاهمنامه برای تمامی خبرنگاران و فامیلان آنان تا 3 سال خدمات صحی را از 50% الی 70% تخفیف اجرا می کنند. نهاد خبرنگاران آزاد افغانستان تفاهمنامه 3 ساله را با یکی از شفاخانه های شخصی کشور امضا کرد. بر اساس این تفاهمنامه برای تمام خبرنگاران و فامیل خبرنگاران تا 3 سال خدمات صحی را 50% تا 70% تخفیف اجرا می کنند. ما در این تفاهمنامه مشخص ساختیم که خانواده کی؟ پدر، مادر، برادر، خواهر، خانم و فرزندان، یعنی بسیار یک ساحه را وسیع ساختیم. با تمام تشخیصی بخشونو که منگ دوی دپاره تخفیف اعلان کرلو، چی پا حقی که عمومی جراحی، داخله، نسای ولادی او نور هم داسی ارتوپیدی طول بخشونو که با دوی دپاره زنگیری تخفیف اعلان شوی وی او دوی سره با دغه تفاهمنامه پا صورت که دوی سره با منگ مخی تزو. همزمان با این شماری از خبرنگاران با ابراز خرسندی از این تفاهمنامه میگویند خبرنگاران در حال حاضر با چالش‌های زیاد اقتصادی مواجهند و امضای این گونه تفاهمنامه ها را برای حل چالش‌های خبرنگاران سودمند است. ابراز خبرنگاران با چالش‌های بسیار زیاد روبرو هستند و چنین اقدامات میتونه که خیلی موثر باشه، امضای چنین تفاهمنامه ها. و از جمله مشکلاتی که امروز خبرنگارا داره مشکل اقتصادی هست. اگر شفاخانه ها با خبرنگاران تفاهمنامه را امضا میکنن، باید اونا در ساحه عملی نیز اقدامات لازم را انجام بدن. این در حالی است که پیش از این شماری از خبرنگاران از اوضاع بد اقتصادی شکایت داشته و شماری دیگر با مزدود شدن برخی از رسانه ها در بیکاری به سر میبرند. بیننده ادامه خبرها پس از وقفه باشد. ادامه خبرها. دفتر سخنگوی امارت اسلامی از برگزاری 9 جلسه کابینه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند خبر می دهد. معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که در این جلسه گزارش عواید غیر مالیاتی ربع دوم وزارت مالیه تایید شده. به گفته حمدالله فطرت در جلسه کابینه به وزارتخانه ها و اداره های مستقل گفته شده است که درباره مصارف بودجه انکشافی پیشنهادات گزارش وزارت مالیه را در نظر بگیرند. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در جلسه کابینه حکومت سرپرست بر ریاست ملا محمد حسن آخوند درباره شماری از موضوعات بحث شده و عواید غیر مالیاتی ربع دوم وزارت مالیه نیز تایید شده است. په دې غونډه کې د مالیه وزارت دوهم ربع د غیر مالیاتی عواید راپور تایید شو او ټول وزارتونو او خپلواکو ادارو ته سپارښتنه وشوه ترڅو د پراختیايي بودیجه د لګښت په اړه دغه راپور کې د سوي وړاندیزونه په نظر کې ونیسي. عواید غیر مالیاتي چیست و چی نقش در تأمین بودجه ملی دارد؟ عواید میتونه به شکل مالیاتی باشه و به شکل غیر مالیاتی. عواید غیر مالیاتی میشه که یک سری سکتور سرمایه‌گذاری کرده باشن، فروش منابع هم بوده باشه، استخراج منابع هم بوده باشه و استقراض هم، قرضه ها هم میتونه بعضی اوقات بوده باشه. بنان هر گاه ما عواید غیر مالیاتی داریم، تمرکز بیشتر صورت بگیره که در پروژه های انکشافی به مصرف برسه. یک هفته پیش در 8 جلسه کابینه موضوع واردات تیل بی کیفیت در کشور مورد بررسی قرار گرفته بود و مسئولیت بررسی همه جانبه درباره جلوگیری از واردات تیل از سوی رئیس الوزراء بر ریاست نظارت از احکام و فرامین امارت اسلامی واگذار شده بود.
یک زوج گردشگر سوئیسی با پیمودن هزاران کیلومتر فاصله با موتر شخصی خود به هدف بازدید از بخش‌های گوناگون افغانستان به این کشور آمدند. این دو شهروند سوئیس که از راه بندر شیرخان به ولایت کندوز آمدند میگویند که به علت تامین امنیت مطمئن قرار است از بخش‌های گوناگون افغانستان دیدن کنند. از سوی هم مسئولان ریاست خارجه ولایت کندوز از افزایش میزان گردشگران خارجی سخن میزنند و می افزایند که برای گردشگران خارجی سهولت های خوبی را فراهم کردند. افغانستان مقصد گردشگری یک زوج سوئیسی که به گفته خودشان گذر از کشور تاجیکستان از بندر شیرخان به ولایت کندز آمدند. سوسانه 83 ساله و کال 76 ساله که دو شهروند سوئیسی و همسر یکدیگر هستند به هدف گردشگری و بازدید از بخش های گوناگون افغانستان با موتر شخصشان وارد ولایت کندز در شمال کشور شدند. این گردشگران سوئیسی میگویند که این نخستین سفرشان به افغانستان است و از تامین امنیت، گشت و گذار در بخش‌های از شهر کندز و برخورد نیک شهروندان کشور ابراز خرسندی میکنند. ما میدانیم که طالبان تمام وضعیت را در کنترل خود دارند و امنیت را تامین کردند، اما در غرب مردم هنوز فکر میکنند که افغانستان آرام نیست. با در نظر داشت جنگ هایی که اتفاق افتاده است و از آمدن به افغانستان هراس دارند. اگر ما بتوانیم تصویر درست مبنی بر امنیت خوبی که وجود دارد ارائه کنیم، تعداد گردشگران بیشتر خواهد شد. ما با بسیاری از مردم صحبت کردیم. آنان با وجودی که زبان ما را نمی دانستند اما بسیار دوست هستند و ما را همکاری کردند. ما در نظر داریم که به کابل برویم و از آنجا به قندهار و از آنجا به هرات سفر نماییم. در همین حال ریاست خارجه ولایت کندز از افزایش میزان گردشگران خارجی در ماهای پسین سخن می زند. در افغانستان به هر گرد گرد که امنیت قائم ده. له همدې امله د خارجي سیاحین ورته افغانستان ته ډیر سوی ده. دوی چې د افغانستان اوسنی حالت ګوري او هغه چې دوی ته تعریف سوی ده، دوی واقعا ډیر ورته جالبه تمامیږي. دوی لپاره ډیر سهولتونه په سرحد کې هم همدارنګه په کندوز ولایت کې هم دوی لپاره سهولتونه ایجاد سوي دي. شماری از باشندگان کندوز آمدن گردشگران به کشور و فراهم ساختن زمینه جذب گردشگری را در بلند رفتن عواید حکومت و رشد اقتصادی مردم سودمند میدانند. د دغو سیلانیانو راتګ افغانستان ته ډېرې ګټې لري. یو خو د حکومت عواید لوړیږي او بل خلکو ته د کار زمینه برابریږي. امارت اسلامي باید تاریخي ځان ته لغوه ده ورکړي چې خارجي سیلانیان دلته راسي او بالخصوص خارجي سیلانیان دلته راځي، هغه کسان چې دوکانداران دي یا نور کسبوکار لري، د هغو دپاره هم ډېره مفیده ده، ډېره فایده لري. این در حالی است که بر اساس آمار ریاست خارجه کندز از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون تنها از مسیر گذرگاه بندر شیرخان هم مرز با کشور تاجیکستان بیش از 600 گردشگر خارجی به هدف بازدید از مکانهای تاریخی و ساحات باستانی به کشور آمدند. کارزار ملی زیر نام نابودی کرم روده در مدرسه ها و مکتب های کشور آغاز شد. وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر بیماری کرم روده در مقایسه با سال گذشته 60% کاهش یافته است. نبود آب صحی آشامیدنی در مکتب ها از علت های اصلی بیماری کرم روده در میان دانش آموزان پنداشته می شود. کارزار ملی محو کرم روده در مکتب ها و مدرسه ها در سراسر کشور آغاز شد. مسئولان وزارت صحت عامه در گشایش این برنامه در کابل افزودند که اکنون بیماری کرم روده نسبت به سالهای گذشته 60% کاهش یافته است. آنان می افزایند که در این کارزار 9 میلیون تابلت کرم روده و دانش آموزان توزیع خواهد شد. 9 میلیون شاگردان تا در تابلت موک توزیع کوو. او د دوه څخه ځکه چې مکاتب او مدارس ډیر شوي دي، شاید دا 9 میلیونه شاګردان لپاره د تابلیت بسنه ونه کوي او نو بیا انشاءالله دغه لپاره بیا ترتیب برابرو. په راتلونکي کې مو هیله دا ده چې د افغانستان د ملت له بچیانو سره د تعلیم او تربیه په بخش کې لکه څرنګه چې یونیسف مرستې کړي همداسې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. همزمان با این مسئولان وزارت صحت عامه آمار دادند که در حال حاضر 50% مکتب ها آب صحی و امکانات افضل صحه ندارد و به همین علت دانش آموزان به بیماری کرم روده مبتلا می شوند. به گفته مسئولان این کارزار به هزینه نزدیک به $300,000 و 15 روز برگزار شده است. متاسفانه البته بگویم تا الحال هم متاسفانه 50% مکاتب افغانستان تسهیلات کافی
برای سهولت یعنی افزوسوی متاسفانه وجود نداره. آب صحی و مسون هنوز هم ما 50% مکاتب نداریم. بر بنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه، رعایت نکردن نظافت، نبود آب آشامیدنی و علتهای دیگر از مبتلا شدن به امراض کرم روده کودکان هستند که باید مردم این مورد را در نظر بگیرند تا از امراض گوناگون جلوگیری شود. جمعیت هلال احمر افغانی با همکاری نهاد محمد بن سلمان و بنیاد بین المللی البصر زمینه درمان بیماران چشم را در کابل به گونه رایگان فراهم ساخته است. سرپرست این جمعیت می افزاید که در این کمپ 6 روزه بیش از 8000 بیمار تشخیص و 800 بیمار به گونه رایگان عملیات خواهند شد. همزمان با این مسئولان بنیاد بین المللی البصر افزوده که می خواهند این برنامه را در برخی از ولایت های دیگر نیز برگزار کنند. جمعیت لال احمر افغانی با همکاری بنیاد محمد بن سلمان و بنیاد بین المللی البصر بار دیگر زمینه درمان بیماران چشم به گونه رایگان را آغاز کرده است. شهاب الدین دلاور سرپرست این جمعیت گفت که در این کارزار 6 روزه زمینه تشخیص بیش از 8000 بیمار و زمینه عملیات جراحی برای 800 بیمار به گونه رایگان فراهم شده است. یک پروگرام بسیار وسیع و مؤثر افتتاح می شود در شفاخانه مرکزی مربوط هلال احمر افغانستان که در حدود 8000 مریضا معاینه خواهد شد. همزمان با این مسئول بنیاد بین المللی البصر همچنان افزود که این برنامه را در برخی از ولایت های دیگر نیز برگزار می کنند و برای پزشکان نیز آموزش های را در این راستا فراهم می سازند. ما دکترها را نیز آموزش می دهیم و ان شاء الله آنان نیز چنین کمپ ها را اداره خواهند کرد. قسمی که در آخر سال 2023 ما کمپ درمانی را در قندهار ایجاد کردیم و در این سال در جنوری و فوریه کمپ را در هرات ایجاد می کنیم و پلان ما این است که چنین کمپ ها را در سراسر افغانستان ایجاد کنیم. بیمارانی که از بهر درمان به شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل آمدند با این که از ایجاد چنین کمپ های درمانی ابراز خوشنودی می کنند، از وزارت صحت کشور و جمعیت هلال احمر افغانی می خواهند تا برای آنان زمینه های بیشتر درمانی را به گونه رایگان فراهم سازند. دولت تشکر می کنیم که نمیتر دکترها را آورده، از این مؤسسه خیریه که آمده از او تشکر می کنیم. مونه تداوی کنه ترګ دید می کم دی و سره عالم خبر سم ده کندوس زرا غلم ده نږدې زایم نه را عالم ول دس د سری میاش ډاکټران راغلی ما را سعودیته مراجعه وکړه چې خدای پاک موږ د سترګ شکی. این در حال است که سال پار خورشیدی نیز این بنیاد خیریه از بحر بیماری های چشم کمپ های را در کابل، هرات، ننگرهار و برخی از ولایت های دیگر نیز ایجاد کرده بودند. وزارت انرژی و آب میگوید که یک شرکت ایرانی از غزنی تا قندهار بالای ساخت و ساز 5 سبستیشن انرژی میخواهد سرمایه گذاری کند. سخنگوی این وزارت میافزاید که عبداللطیف منصور نیز به این شرکت اطمینان داده است که امارت اسلامی از سرمایه گذاران پشتیبانی میکند. با این حال برخی از آگاهان سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنایی سکتور انرژی را به سود اقتصاد کشور میدانند. وزارت انرژی و آب میگوید که سرپرست این وزارت با رئیس یک شرکت ایرانی دیدار کرده است و گفته سخنگوی این وزارت شرکت ایرانی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ساخت 5 سب استیشن از غزنی تا قندهار ابراز داشته و درباره عملی شدن این پروژه تاکید کرده است. دلیدن پجوریان که دین مول شرکتون و مسئولین و لغزنی څخه تر قندهار پوری په 5 سب استیشنونو د جوړولو لپاره خپل د پنګونې په موخه د وړتیا څرګنده کړه. د اوبو انرژي سرپرست وزیر هم د دوی د لیوالتیا هرکلی وکړ. در همین حال برخی از آگاهان میگویند که سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنایی در سکتور انرژی می تواند افزون بر ایجاد کار برای مردم سکتور انرژی تولیدی و توریدی را تقویت کند. یگانه رای حلش است امیز که سکتور خصوصی باید تشویق شود و با تشویق سکتور خصوصی میتونه که افغانستان نه تنها به
منابع تولیدی خود انکشاف بده و توسعه بده و خودکفایی برسیم و مشکلات شبکه یا سبستیشن هم مشکل حل می‌سازیم. هر قدر بالای زیرساخت‌های انرژی سرمایه گذاری صورت بگیره بدون شک هم میتونه در قسمت واردات برق وارداتی ما را کمک بکنه و زمانی که ما خواسته باشیم از منابع داخلی خود انرژی تولید بکنیم باز هم میتونه این زیربناها افغانستان هم در قسمت تامین برق خیلی کمک بکنه. مسئولان بلند رتبه امارات اسلامی همواره تاکید کردند که حکومت سرپرست تلاش می کند که واردات انرژی را کاهش و تولید انرژی را از منابع گوناگون افزایش بدهد تا انرژی مورد نیاز افغانستان از منابع داخلی تأمین شود. یک هیئت متشکل از عالمان دین و بزرگان قومی که از ولایت‌های شمالی کشور به ولایت‌های زون جنوب آمدند میگویند آبادی کشور مسئولیت مشترک همه اقوام است. در این حال بزرگان قومی زابل گام‌های برداشته شده از سوی عالمان دین و بزرگان قومی ولایت‌های شمال را در جهت تقویت وحدت ملی یک گام ارزنده می‌دانند. این هیئتی از عالمان دین و بزرگان قوم از ولایت های کندوز، تخار، بغلان و بدخشان هستند که به هدف رساندن پیام صلح و وحدت ملی به ولایت کندار سفر کردند. شماری از بزرگان قوم و باشندگان شهر قلات مرکزی ولایت زابل با دسته های گل از آنان پذیرایی کردند و آن را در تحکیم وحدت ملی و تقویت همصدایی شهروندان کشور مهم میدانند. از ولایت زابل هستیم، از شجوی بسیار خوش هستیم، به این مردم بسیار خوش آمدی میگیم. موش بر دی جاکو انشالله که موش بر مربوط تو او دی پر موش جاکو انشالله موش بوردو در دیر مهم رول بایی در سوریج موش دخواه دو ولس خالگی وری کم مشکل رو پیش موش لدی سر نجدی تعرف لرو مشناخت لرو ورسو پر اغم مشکل رو سر ور دیر آسان الکیز انشالله. اعضای حیات عالمان دین و بزرگان قوم ولایت های شمالی میگویند که تمام اقوام کشور به حیث یک ملت واحد دین مشترک و ارزش های ملی مشترک دارند. به گفته آنان افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و تمام اقوام در آبادی و شکوفایی آن نیز مسئولیت مشترک دارند. آمدن ما ترک، تاجیک، سیاه، سفید، برنگ سر، برنگ سیاه به هر کسی که هست یک ملت واحد است، از پشت یک امام نماز میخوانمش. واقعا این خانه مشترک همگی است، همگی ما و شما در ساختن این کشور، در شکوفایی این کشور سهیم هستیم، مسئولیت داریم. اعضای هیئت عالمان دینی و بزرگان قومی ولایت های شمال همچنان می افزایند که در این سفر افزون بر ولایت زابل با مسئولان محلی و باشندگان ولایت های کندار، اروزگان و هلمند نیز دید و بازدید کرده و آنان را برای آمدن به شمال کشور نیز دعوت خواهند کرد. با وجود شدت گرفتن اخراج مهاجران افغان از ایران، روزانه صدها شهروند کشور از مرز نیمروز به گونه غیر قانونی به ایران می روند. این شهروندان نبود فرصتهای کاری و فقر و ناداری را از علتهای می دانند که ناگزیر می شوند تا به این سفر پر از خطر تن دهند. اما مسئولان محلی نیمروز از این شهروندان کشور می خواهند تا از سفرهای غیر قانونی به بیرون از کشور خودداری کنند. عبدالسلام 38 ساله باشنده ولایت بدخشان است که مسئولیت سرپرستی خانواده 7 نفری را به دوش دارد. او تصمیم گرفته است که برای تامین هزینه زندگی خانواده خود از راه قاچاق و غیر قانونی به ایران برود. نبود کار و ناداری عبدالسلام را ناگزیر ساخته تا یک سفر دشوار، پرخطر و غیر قانونی به ایران را در پیش گیرد. ایران میریم به خاطر کار، به خاطر نفقه، به خاطر اولاددار هستیم، به خاطر دیگه مجبوریه. یه چیزی نیست، افغانستان کار بار نیست. از بیکاری طرف افغانستان چی کنی؟ از مجبوری، از بیکاری آدم اون طرف میره. اگر نه در اینجا کار بار باش، اگر نه در اینجا در ملک دیگه کس چی کنی بریم؟ در یک کار لکیز کسده میکلی در ولوار گرد پت مجبوری من دوال و اسروانی میراند. لارم ده شند ورو ر تیری زم نه داور مش پر زم ده چزم گیرر را والا دین روز رفتم برگشت کردیم دور سر مرز پاکستان خو بودم دیگه امروز باز اومدم ما چه نیمروز اینا باز یک گیم خوبه گفته باز میرم طرف ایران بخیر. اما والی نیمروز از این شهروندان میخواهد تا از سفرهای غیر قانونی به کشورهای همسایه خودداری کنند. وقت ده یو مشکل ده چه مونږ په نیمروز کې د دې مشکل سره مخ یو، د ټول افغانستان ځوانان له همدغه لارې نه راځي، بیا د قاچاقبرانو په طریقه همجوارو ملکونو ته بول کیږي. خو دا یو لویه ستونزه ده او تکلیف ده. ما چې څومره معلومات کړي دي د قاچاقبرانو له لارې نه چې زموږ ځوانان
همجوار ملکونه تزی او یا په پاسپورت او په ویزه باندې زی په مصارفو کې دومره فرق نسته. اوس خو موږ د ویزه زمینه هم مساعده کړې ده. این در حالی است که بر اساس گزارش ها بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی افغان در ایران شدت گرفته و روزانه صدها خانواده و یا هم دیگر مهاجران افغان که به هدف کار و تامین هزینه زندگی خانواده هایشان به آن کشور رفته بودند به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده می شوند. ریاست زراعت بدخشان از افزایش فراورده پسته نسبت به سال پار در این ولایت خبر می دهد. به گفته مسئولان در سال روان از 9 ولسوالی این ولایت 11.6 تن پسته به دست آمده، در حالی که این رقم در سال پار به 0 می رسید. اینجا یگانه بازار ویژه برای فروش فراورده های پسته در سطح ولایت بدخشان به شمار می رود. شماری از فروشندگان می گویند که به علت بارندگی ها و آب و هوای مناسب امسال فراورده های پسته نسبت به سال پار افزایش یافته است. و گفته آنان با کاهش بهای پسته در این ولایت بازار فروششان بیشتر رونق یافته است. پسته دیگه امسال دیگه زیاد شده، نرخایش هم پایین آمده. اینم تو دیگه کیلوگاکیش دیگه 1000 و 1000 بالا بود، اولی 80 و همه قدرا شده. تقریبا 3 سال این طرف پسته نمیشه، میشه بسیار کم قلیل. امسال فضل خدا یگان 90% پسته شده. حاصلات پسته بسیار خوب است، مردم وضع مردم هم بسیار خوب است. امسال حاصلات پسته نظر به هواست و بارندگی بیشتر بود و همین هوا که صاف باشه و مثلا کدام علت آفت طوفانی یا گپا نباشد مشکل ندارسید. از سوی هم ریاست زراعت و آبیاری بدخشان میگوید در سال روان از 9 ولسوالی این ولایت 11.6 تن پسته به دست آمده، در حالی که این رقم در سال پار به علت تغییر اقلیم و آب و هوای نامناسب به 0 رسیده بود. امسال ما از بدخشان 11.6 تن پسته به دست آوردیم و علتی که پارسال ما پسته نداشتیم تغییرات اقلیمی بوده، گرد و غبار بوده، با او اساس پسته سال قبل در سطح بدخشان 0 بوده. بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی کشور است و جنگلات پسته از منابع درآمد برخی از باشندگان این ولایت به شمار می رود. به گفته مسئولان این میوه خشک بیشتر به کشورهای هند و پاکستان صادر می شود. شمار از باغداران در ولسوالی شیبر ولایت بامیان اما از نبود ذخیره‌گاه های معیاری و کمرنگ بودن بازار فروشاتشان ابراز نگرانی میکنند. آنان از مسئولان میخواهند که افزون بر ایجاد ذخیره‌گاه ها زمینه بازاریابی برای فروش فراورده های باغداری آنان را فراهم سازند. ولسوالی شیبر یکی از ولسوالی هایی است که بیشتر کشاورزان در سالهای پسین در این ولسوالی به باغداری و پرورش درختان میوه‌دار رو آوردند. سیب، زردالو، شفتالو، ناک، انگور و امرود از مهمترین فراورده های باغداری در این ولسوالی به شمار می رود. برات سفری یکی از این باغداران در این ولسوالی است که بیش از 10 سال می شود در بخش باغداری و پرورش درختان میوه‌دار فعالیت می کند. او می گوید که به علت کاهش بهای فراورده های باغداری و نبود ذخیره‌گاه های معیاری با چالش جدی روبرو است. بالا مول نداریم که بدر جانی یک جایی ببریم در فروش برسنیم. تجارای امسال گوم است، ایش خرید فروش نیم، مال فعلا سیر 70 روپه موگه، 70 روپه پیسه دوایش نموشه. شمار دیگر از باغداران در این ولسوالی از حکومت می خواهند که در بخش بازاریابی، ایجاد ذخیره‌گاه و از بین بردن آفتهای درختان با آنان همکاری کنند. برای ما هم همی ذخیره بسیار مهمه، دوم دیگه همی دوا مهم است که در وقتش بیایم یک تشخیص بده، یک دوا ده، یک رقم دوا بیاره که ما دهیم. از همی سردخانه اشتاق بیخی مشکلی زیاد است که سردخانه نداریم. از سردخانه به کلی نداریم دیگه، در غیر از او در حساب دوا و شاخوری و چیزام خیشی و حسابا دیگه نالیم که نفری مسلکی مون نداریم. در همین حال اما ریاست صنعت و تجارت بامیان از تلاش ها به هدف صادرات تولیدات محلی بامیان به داخل و بیرون از کشور اطمینان می دهد. قسمت بازاریابی محصولات بامیان از صنایع دست شروع تا لبنیات و محصولات زراعتی صحبت های شده و انشالله امیدواری به است که بتانیم بازاریابی خوب بکنیم تا قراردادهای بهتری
عقد شود و کشورهای همسایه و بحث صادرات افزایش پیدا بکنه. این در حال است که پیش از این ریاست زراعت و آبیاری بامیان از ساخته شدن بیش از 10 ذخیره‌گاه میوه و 60 ذخیره‌گاه پروسس سلفر در این ولایت خبر داده بود، اما باغداران میگویند که به امکانات و ذخیره‌گاه‌های بیشتر نیاز دارند. به علت نبود ساختمان‌های حکومتی 60 مرکز درمانی در ولایت اروزگان در خانه‌های کرایی فعالیت می‌کنند. مسئولان محلی می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی به کمک نهادهای مددرسان برای 17 مرکز درمانی در این ولایت ساختمان جدید ساختند. همکنون به علت نبود ساختمان‌های حکومتی در شهر ترینکوت مرکز و برخی از ولسوالی‌های ولایت اروزگان 60 مرکز درمانی در خانه‌های کرایی فعالیت می‌کنند. ریاست صحت عامه اروزگان می‌گوید که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی با کمک نهادهای مددرسان برای 17 مرکز درمانی در این ولایت ساختمان جدید ساخته شده و دیگر مرکزها به ساختمان جدید نیاز دارند. تقریبا شپیته کلینیک وسن په کرایي پورو کې دي چې په هغو کې خدمات کېدای نه سي، بیا که کوم وخت یو موسسه راسي چې موږ وایي تاسې خدمت په شکل کې هغوی دا په کرایي پورو کې دي، نه سولري برق موږ ورته ایجادولی شو او نه مصارف شکل کولی شو، ځکه چې هر وخت دا کرایه والا رضا نه وي نو خو دا پور زموږ ساخلي. پیش از این ما به کمک مردم ژاپن پروژه های را در بخش بهداشتی عملی ساختیم. بخش سکتور بهداشت در اولویت کاری ما قرار دارد. اما شماری از باشندگان مناطق دوردست اروزگان از مسئولان میخواهند که در زمینه فراهم ساختن امکانات و حل چالش های بهداشتی با آنان همکاری کنند. آقا چه ورسی دا زنانه تر مبشن هنه هستی چه ور نپر پیدا کیش. نو مرز وای چه بل جورسی وادره دا مرز پر دقی چه. چه سالای مریض یه سالای دقی بیا چه مرز دا دکتر رسوه دا دقی پری رسوه ور آقا خورکه و دا تراپ ول وی راکتا چه پیوات پیشکاری جوریش چه دا دکتر مرز رسوه برا سیرونانو تا ودریش. بر اساس معلومات ریاست صحت عامه اروزگان، همکنون در شهر ترینکوت مرکز و ولسوالی های این ولایت 116 مرکز درمانی فعالیت می کنند. فراورده های سویابین در ولایت ننگرهار نسبت به سال پار به گونه چشمگیر کاهش یافته است. کشاورزان موجودیت تخم های بی‌کیفیت، خشکسالی و نبود بازار مناسب را از علت های کاهش این فراورده می دانند. اما مسئولان محلی می گویند که افزون بر رسیدگی به دیگر مشکلات کشاورزان به هدف ایجاد یک مارکت ویژه برای خرید و فروش سویابین تلاش می کنند. شریف الله باشنده منطقه نانجو در ولسوالی کوسکنر ننگرهار که از رهگذر کشاورزی هزینه زندگی خانواده 11 نفری خود را تامین می کند، در دو نیم جریب زمین خود سویابین کشت کرده است. او می گوید که فراورده های سویابین نسبت به سال پار به گونه چشمگیری کاهش یافته است. سکالی امتیام من خوشحالی دغسی یو نیم خروار قطبه من تحصیلات را کردی دی او من دسی دو نیم جریب از مکم کرلی دا. شماری دیگر از کشاورزان افزون برکایش فراورده های سویابین از نبود بازار مناسب برای فروش آن نیز نگران هستند. آنان از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان می خواهند تا در بخش بازاریابی برای فروش این فراورده کشاورزان را همکاری کنند. سکر دباج تخمونه دیر ناقص مونگ تا او خطل. یو خوی پلی دیر واری دی بل دانه دیر واره واره دا عمل انداتا است خیو مخامخ دازماز مکه دا چه بکرر دیمه دا خو سیبین خونده نیشتا دی سیبین را کلا پس لونه ورسیگی منگ تا نرخونه خشی اصلاد خی دا غوسی چه منگ تا دا گیاو سر تخمونه منگ تا رکلی شی و منگ تا پدی که مشوری رکلی شی چه اصلی خو رسی. اما ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار میگوید که کشاورزان در این ولایت به جای سویا به سبزیجات و دیگر فراورده های کشاورزی رو آوردن که زودتر میرسد. سکال زموږ د سویابینو د کار ساحه ډیره زیاته کمه شوې ده. تقریبا د 2.5 هکتارو په شاوخوا کې ځمکه باندې سویابین کرل شوې دي او دغه سویابین چې کوم یو کرل شوی او د دې د نه کرلو یا د کښت د ساحې د کمیدو یو علت دا دی چې یو دا چې وچکالی ده او اوبه کمې دي نو خلکو سویابین لږ کرلی دي. بله خبره دا ده چې مارکیټ نشتون دی، غټه ستونزه د مارکیټ مسله ده. بر اساس معلومات ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار سال پار در این ولایت حدود 614 هکتار زمین سویابین کشت شده بود که 1075 تن فراورده به دست آمده بود، اما در سال روان در ولسوالی های گوناگون تنها 42 هکتار زمین سویابین کشت شده است. میرسیم به پایان خبر ده. شب بر همه شما خوش.